تخته رو پاک کنم. یه نکته رو عرض کنیم خدمتتون در رابطه درس. اگه یادمون باشه ما اومدیم این چه دارم عرض میکنم حالا شکل بشم میکشم خدمتتون تمرین در واقع آخر دستم رو مشابه این هست میشه. سوال اینه چرا مدارهای خونمون چجوری بسته بشن؟ لامپهای خونمون وسایل برقی خونم که استفاده میخواییم بکنیم چجوری بسته میشن؟ خب نکته اینه که با توجه به اینکه مثلا که لامپ‌هایی که تو خونم هستن همشون نیاز به اختلاف پتانسیل 220 ولت دارن، فقط حالت موازی که همه اختلاف پتانسیل ها رو یکسان میدونه. پس دقت کنید نکته لوازم برقی منازل به صورت موازی بسته می شوند. آقا فیوز تو خونه هامون فیوز ها کنتور های که دوی کنتور های برقتون هست فیوز ها چجوری بسته می شه بچه ها؟ اما فیوز ها در منزل به صورت سری یا متوالی بسته می شوند. چرا فیوز ها سری یا متوالی هست؟ خب آقا اگه فیوز بپره یا یه جای مدار اشکال پیدا کنه که فیوز بپره قرار جریان تو کل مدار خونه هم نباشه دیگه، درست شد؟ پس دقت بفرمایید، پس دقت بفرمایید که فیوزها تو خونمون سری بسته میشن که اگه یه جایی کوردار مشکل پیدا کرد کل جریان خونمون قطع میشه، اما لامپ ها و لوازم برقیمون همه با هم موازی بسته میشن. لطفا به این مثال دقت کنید، این مثال سوال امتحانی من بوده، لطفا خوب دقت کنید. من مثال عرض میکنم. مثال آقا فرض کنید چند تا لامپ رو تو مدار این کلید چند تا لامپ داریم تو مدار مثلا 4 تا لامپ هر کدومشون کلید دارن. بچه‌ها می‌دونید که علامت لامپ رو اینجوری زبتر نشون میدن، بستش کردیم به یه مولد، به یه باتری. خب این هم باشه نیرو محرک جون. صورت سوال میره، لطفا صورت سوال رو دو بخش مطرح میکنم. صورت سوال در مدار شکل زیر، در مدار شکل زیر با بستن هر کلید، با بستن هر کلید در حالت های زیر، در حالت های زیر جریان کل مدار، جریان کل مدار و نور لامپ ها چه تغییری میکنند؟ و نور لامپ ها چه تغییری میکنند؟ قسمت علم مولد ایدئال باشد یا باتری ایدئال باشد. باتری ایدئال داخل پرانتز مقاومت گرمی چقدره؟ آقا قسمت علم آرش صفر باشه مقاومتش، باتری ایدئال آرش چی بود؟ مقاومت درونیش صفر. قسمت ب
کننده دارای محرک دارای مقاومت درونی آر باشد. هر دو این حالت ها رو باید بررسی کنیم. منتظر نظرات من. چرا تعدادمون کمتر شد؟ ساعت قبل آقای قوامی هستن، آقای چاپولی، آقای موسوی، دژار، آقای سمامتی، آقای گودرزی، آقای حاتمی، آقای رضاییان، آقای فرخیان، آقای غریبی، آقای میرزای کریمی، آقای حسینیان، آقای عبدالله شمسی، محمدی و آقای حاجیبی. قسمت علیم مقاومت ببخشم باطری ایدئال باشد، یعنی مقاومت درونی صفر باشد. آن محمدی فکر کنم یه سری هم تو لایو هم یعنی در واقع توی آپارات هستن، درسته؟ آی چاردونی چند نفر حضوری زدن؟ غیر از این تعدادی که بچه ها هستن تو این کلاس بقیه؟ ممنونتون باشم. خب بقیه کجا بود؟ یونی فقط اونجاست. بسیار کریمی هم که ساعت قبل رفت که رفت. بسیار باش مشابه است. خجالت این دوستان پایان ترم در میاد. کم لطفیه. بله کم لطفیه دوستان که قرار باشه اینجوری آقای حاجی بابایی، آقای عسکری، آقای نونه، آقای موسوی، آقای موسوی نجات شما رو نمیگن. چی شده رضایی آقا؟ خدا بده. عجب خدا کلا سلامتی بهشون بده. از طرف ما باش در ارتباطی؟ بسیار ممنون. از طرف ما سلام بهش برسون، بهش بگیم که دعاگوش هست. انشالله خدا سلامتی بشه. انشالله خدا به سلامتی. قسمت علیف رو دوزی بدیم، قسمت بیگه با شما ببینیم چجوری چه اتفاقی. آقا اگه مقاومت درونی نداشته باشه با ما میدونیم انقلاب پتانسیل وقتی هر کدوم از کلیدها بسته میشه اتفاقی میفته
اتفاقی که افتاده اینه که چون چنین ها با هم بسته میشن، اینا حالتهای موازی رو دارن. پس هر لامپی به صورت موازی بسته شد. نکتهش اینجاست که با بستن هر کلید اختلاف پتانسیل ثابت میمونه. پس اختلاف پتانسیل تغییری نمیکنه. پس اختلاف پتانسیل با بستن کلید چون لامپ ها موازی هستن ثابت میمونه، تغییری نمیکنه. خب اما در رابطه با مقاومت ها دوستان بندی مقاومت خودش وقتی داریم هر کدوم از این لامپ ها کلید ها رو میبندی مثل اینکه یه مقاومت داریم اضافه میکنه. مقاومت موازی هاتونه آره دوتا چجوری به دست میمد یک آر یک، یک آر دو الاخر. آقا داریم یه اضافه میکنیم، مثلا بعدیش وقتی ببندیم سه مومی رو ببندیم چه یک آرسه، بعدیش هم ببندیم یک آرچه. آقا در کل با بستن کلی اتفاقی که میافته مقاومت معادلمون چی میشه؟ افزایش بدون کنه یا کاهش؟ مقاومت معادل رو ببند بگید افزایش بدون کنه یا کاهش رو بستن؟ بسیار تشکر بعد همینجوری که نوشتین مقاومت معادل اون کاهش پیدا میکنه. پس مقاومت معادل کاهش پیدا میکنه یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ خب من فرمول داشتم مقاومت آر برابر با وی تقسیم بر آی. خب مقاومت معادل من وی که ثابت، اختلاف پتانسیل هم ثابته، تغییر نمیکنه. آر من داره کاهش پیدا میکنه. جریان الکتریکی چه اتفاقی میفته؟ جریان الکتریکی کل من افزایش پیدا میکنه. حواستون باشه پس اتفاقی که تو مدار میفته اینه که داره جریان بیشتری از مدار میکشه. مثل خونه ها هر کدوم از کلیدها که روشن میشه لامپ های تمام اتفاقی که میفته اینه که مدارمون شروع کنه جریان بیشتری رو از کنترل میکشه. حواسمون باشه کنترل های برق رو تا 25 آمپر میکشن، بعضی از کنترل ها تا 32 آمپر. خب شما 25 آمپر اجازه دارید از مدار بکشید. همینجوری اگه لامپ ها مدار رو همینجوری لوازم برقی رو خوبن روشن کنید تا 35 آمپر، یعنی یه ذره بیشتر بشه فیوزتون میبره، باعث میشه که بیا فیوزتون از بین بره، مدارتون از بین بره. دقت کنید پس اتفاقی که میافته این. خب حالا بریم سراغ قسمت دی. قسمت دی به نظرتون چه اتفاقی میافته؟ مقاومت درونی داشته باشه باتری من. من منتظر جواب تو قسمت دی هستم. اگه باز اون مقاومت درونی داشته باشه حواسمون هست در رابطه با نور لامپ اصلا صحبت نکردم. اینجا بچه ها هر کلیدی که روشن میکنید لامپتون نور قویه کم نمیشه، پس نور این حالت ثابت میمونه. نور لامپ تو قسمت الف ثابت میمانه، تغییری نمیکنه. شما لامپاتون خونه رو روشن میکنید تو بقیه لامپا تأثیری نداره. خب این در رابطه با نور لامپ. آقای سماواتی گفتن اختلاف پتانسیل هر چیز کمتر میشه نور لامپ کاهش پیدا میکنه. بسیار خوب تشکر از لطفتون. من با اجازه این طرف تخته رو پاک کنم، قسمت بی رو این طرف توضیح بدم. قسمت بی رو این طرف توضیح میدم. خب حواسا جمع، حواسا اینجا. ببینید
اگه این مقاومت ما مقاومت داخلی آر داشته باشه، فرمول داشتیم آی برابر با زیگمایی به روی آر، آر علاوه این آر کلیدا که بسته میشن مقاومت آرمون افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. با بستن کلیدها مقاومتمون چه اتفاقی میافتاد؟ آرمون کاهش پیدا میکرد، آی توتالمون کاهش پیدا میکرد، از این طرف آرمون افزایش پیدا میکرد، جریان به افزایش پیدا میکرد. اگه دو سر باتریمون بچه ها باتری مقاومت داخلی داشته باشه، اختلاف پتانسیل دو سر باتری مولد شد ای منفی آر آی. یادتونه ساعت قبل هم بدم گفت آی داره افزایش پیدا میکنه، وی اختلاف پتانسیل دو سر اینا داره کم میشه. مثل اینکه به جایی که در روز 20 ولت مثلا بهش برسید، یه نفر برس 100 ولت بهش برسید، خب با 100 ولت نورشون هم طبیعتا کمتر میشه. پس چون اختلاف پتانسیل کاهش می‌یابد، بنابراین نور لامپ کاهش پیدا می‌کند. بچه‌ها این سوال امتحانی بوده، لطفاً خوب دقت کنید. تشکر. بله بچه ها درست نمیشید، من دارم جواب رو بخونم. خب آخرین موضوعی که تو این فصل میخوایم در رابطه صحبت کنیم مدادهای آرسیه. بچه ها لطفاً زودتر به سکرین‌شاتاتون رو بگیرید، من دهنه رو پاک کنم. من با اجازه دهنه رو پاک میکنم بچه ها. پس عنوان درس جدیدمون مدارهای آرسی. آقا مدارهای آرسی چه مدارهایی هستن؟ چه مدارهایی هستن؟ همینجوری که اسمشون معلومه توش هم مقاومت الکتریکی باشه و هم سی. سی چی بود؟ پس در فرق ضربیت خازن داره. پس مدارهای آرسی مدارهایی که شامل مقاومت و خازن می باشند. پس ما یه مدار هم مقاومت الکتریکی باشه هم خازن. لطفا خوب دقت کنید. بله خازن رو یادتونه پس گذشته چجوری نشون میدادیم. شکل خازن این بود. دو تا صفحه هم اندازه روبروی هم
آقا اگه تو مدار باشه، تو شاخه اصلی باشه، ازش میتونه جریان بگذره؟ نه، چون بینش کنم اگه یادون باشه که من این دیلی که استفاده میکردیم اجازه اون جریان نداره. پس اینجوری نکته یادداشت کنیم. نکته، اگر خازن در مدار اصلی باشد، جریان از آن عبور نمی کند. نکته یک. نکته دوم، اگر خازن و مقاومت موازی بسته شوند، خازن و مقاومت موازی بسته بشن، اتفاقی که میفته اینه که تو حالت موازی اختلاف پتانسیل یکسان بود. اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت و خازن با هم برابر هستند. شکلی که میکشم شکل مثال رو که عرض میکنم. آقا شکل ظرفیت خازن 10 میلی فاراد، مقاومتمون آر 3 ولت، باتریمون ای نیرو محرکش 12 ولت و آر مقاومت باتری 1 ولت. صورت سوال اینه، صورت این سوال اینه، در مدار شکل زیر، در مدار شکل زیر انرژی ذخیره شده، انرژی ذخیره شده در خازن چه مقدار است؟ در مدار شکل زیر انرژی ذخیره شده در خازن چه مقدار است؟ خب آقا میخواهیم شروع کنیم به حل کردن این نکته دوم. اینجا به دردمون میخوره. دقت کنیم مخازن و مقاومت آر با هم چجوری بسته شدن؟ با هم موازی بسته شدن. اگه اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت رو به دست بیارم، مثل اینه که اختلاف پتانسیل دو سر خازن رو به دست بیارم. من میدونم از این شاخه بالا جریانی عبور نمی کنه. وقتی جریان عبور نکنه، پس فقط جریان از اینجا تو این مدار پایینی عمل میکنه. از فرمول آی مساوی با سیگمای به روی سیگما آر مقاومت رو جریان رو به دست بیاریم. نگاه کنیم جریانش میشه آی برابر میشه با ایمون 12 ولت مقاومت 3 علاوه 1 میشه 4 ولت. نسبت 12 به روی 4 مقدارش میشه 3 آمپر. پس جریان مدارمون 3 آمپره. پس تو اینجا چه جریانی میگذره؟ 3 آمپر. این وقت خب حواسمون باشه اینجا جریان عبور نمیکنه، فقط از اینجا. خب من دو سر اینجا A و B اسمشو بذارم، اگه بخوام اختلاف پتانسیل دو سرشو به دست بیارم، از قانون او R برابر بود با VI، یعنی V برابر میشه با R I. کدوم یکی؟
چون آتابی رو میخوام به دست بیارم، آتابی رو میخوام به دست بیارم، این آر آر اینه. خب مقاومت سه اوم جریان مدار هم سه، پس سه ستا ما اختلاف پتانسیل دو سرش میشه 9 ولت. پس 9 به این میرسه، چون این دوتا با هم موازی بسته شدن 9 ولت هم به این میرسه. یادتون باشه سی برابر بود با نسبت کیو به روی بی. یادتونه از اینجا من میام اگه بخوام بی رو به دست بیارم، برای اینکه به دست بیارم ببخشید کیو رو میخوام به دست بیارم، کیو باره الکتریکی که رو میخوام به دست بیارم، حاصل ضرب سی بی میشه کرین سه به نام. یادتونه دیگه سی ظرفیت خازم 10 میکروفاراد، 10 میکروفاراد، 10 ازم داره، 10 به توان منفی 6، اختلاف پتانسیل 2. پس بارش میشه 90 میکرو کولوم. خب من میخوام چی رو به دست بیارم؟ انرژی ذخیره شده تو خازن. خازن فرمولش چند تا بود؟ یو برابر بود با 1/2 کیو وی، یکیش اینه یو به دست میاد، 1/2 کیو بار الکتریکی که به دست آوردیم 90 میکرو کولوم، 90 ضرب داره 10 به توان منفی 6، اختلاف پتانسیلش هم 9 ولت. جواب این هرچی شد ضرب کنیم چه میشه؟ 45 ضرب داره 9 ضرب داره 10 به توان منفی 6 میشه مقدار انرژی دو سر. بسیار خوب، آقای سماواتی به دست آورد. پس انرژی ذخیره شده یه دو سر مقاومت الکتریکی ما شد دو سر خازن. آره نمیشه، گفتن اینجا جوابمون میشه 90 تقسیم بر 2 میشه 45، 45 ضرب داره 9 ضرب داره 10 به توان منفی 6 جول، واحد انرژی دیگه. قوامیان این کلاس بود رفت بیرون. اونم فرق نمی کنه سیمیگا هم میشه داره. فرق نمی کنه بچه ها فرمولای زیاد داشته دیاتونه 1/2 کیو بی بگفتیم نصف کیو بی، این فرموله انرژی رو نوشتیم 1/2 کیو بی نصف کیو بی یا 1/2 سی بی دو 1/2 کیو دو به روی سی فرق نمی کنه. زب دردن بسیار چهار تا رو چهار کمه اسپریس هم برد چی نمیشه بیدیم؟ یک شد یک دو بون بردن دردن نه دیگه آره 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 دیگه چهار ممیز همیسن رو زب دردن رو اونجوری بگیسیم چهار ممیز پنج صدام درست و صد داره ده تا منفی چهار خوبه بله بله منفی چهار صد داره ده تا منفی چهار باشه آقای سماواتی تشکر. بسیار من یه نکته در رابطه با آزمایش ها بگم دوستان، بعد انشاءالله اگه فرصتی مون باید مثال بگیم در دقیقه بسونم که هیچ
بیا میشه که من ببینی تصویر صورت من رو ببینم. آقا بسرمی که کلاس حضور دارم در رابطه با آزمایش با واقعیتش اینه که این بخش رو در رابطه با مدارهای دیگه بود دوستان اول ساعت بسیدن چرا آزمایش با یه کلاس نمیذاری دو تا موضوع هست. موضوع اول که مدارها واقعا ریزن چون اگه من رو بخونجه بیم چند معامل و موازی به من نبردی نشونتون بدم واقعا کار سخته. اول اینجا واقعا وقتمون میگیره بستن این مدارها شرایطش بعد هم دیدنش شاید وقتمون خیلی خیلی بیشتر از این کنم بشه. من امیدوارم انشاءالله برای جلسات بعد یا از خودم فیلم بگیرم چون باید دوربین و دوربین مشکلش بگیر دوستان که چه مدرسه تشکر بردن این دوربین ثابته اگه تونستم من خودم اینجا فیلم بگیرم با یه دوربین باکی بگیرم فیلم بگیرم بعد عنوان کار که من رو اداره کنم یا اینکه از هر کاری که کار کنم مثلا یه آزمایش رو انجام بدم که بدونم جدیت تصاویرش بگیر باشه از اونا استفاده میکنم انشاءالله برای جلسات آینده بخش آزمایشگاه فیلم بذارم. این یه نکته نکته بعد نکته دو لطفا خوب دقت بکنید پروژه های آزمایشگاه اینه مخصوصا من تا الان صبر کردم چه پروژه های آزمایشگاهتون یه مقداری از اون قضیه بگذره تا این ترم بذاره استراحت بیشتر کرده باشه پروژه های جدید رو شروع کنید. لطفا خوب گوش کنید حواسا جمع لطفا خوب گوش بدید حواسا جمع این ترم رو دو تا بخش داریم چون ترمی که منجر به ای میشه باید دو تا پروژه انجام بدیم چون باید پروژه هایی که میخوام بگم جنبه فان داره یعنی جنبه سرگرمی داره مخصوصا یکیش میخوام تو بخش تا عید یعنی تا 15 از تا 15 فروردین فرصت داریم از امروز که دارم اعلام میکنم خدمتتون تا 15 فروردین فرصت رو دارید که شروع کنیم به ساخت ابواب حبابهای با اندازه های بسیار بزرگه لطفا یادآوری کنید بعد از ظهر یا فردا که من یه ذره وقت بیشتر میشه فردا هست انشاءالله یادآوری کنید من نمونه های کارهای که بچه ها حبابهای بزرگ درست کردن فرق نمی کنید مدارس عادی کار انجام دادن کار دیگه انجام دادن جدیه نیستوشان بچه های کار انجام دادن حبابهایی که طولش بیشتر از یک متره تهیه کردم این که من چه موادی بریزم این که چجوری مواد رو به دست میارم کار شماست به عنوان پروژه میتونید از این سری حلقه استفاده کنید که آنها توی اون عکس که حالا بعد از اون یا فردا انشاءالله ایدشون برای تو بود یا تا آخر هفته میفرستن بخونه درمات اون کامل کنید که حلقه های رو بچه ها داخل اون محلوله که درست کردن از برای کفش داخلش وارد میکردن بعد به عقب حرکت میکردن بعض وقتا میدویدن بچه ها توی این دویدن ها یه حباب بزرگ کشته میشون لطف کنید از یکی بخواییم که حباب ها برای اون عکس بگیره بعض وقتا ما حباب های راحت بالای 5 متر هم میدید یعنی 5-6 متر حباب درست کردن بچه ها پس به این ما میدیم مسابقه اول حباب ها البته مسابقه اسمش رو نزدیم چون تو مدرسه نیستیم لطف کنید خونه هاتون تا 15 فروردین تا 15 فروردین کارمون این باشه که یکی از پروژه های آزمایشگاهمون در رابطه با این باشه که بدونید یه ابواب درست تا اینجا درست شد آقا معلومه که چی که من مثلا کف و صابون استفاده میکنم چجوری بیشتر باشه نسبت ها چجوری باشه اینقدر آزمایش و خطا باید بکنید تا به جواب برسید حواستون باشه لطف کنید یه نفر برای حتما عکس بگیرید چون حباب های بزرگی که تهیه میکنید برای اون اهمیت داره اگه تو برای پارکینگ خونتون امکان نشست تو پارکینگ تو فضای باز تو قبل تو اریاد مدرسه کار انجام میدهید بچه ها حباب های خیلی بزرگی رو درست میکرد حواسمون باشه دیگه برای نه پشت اون یه برکت کنید خدا رو یک به اتفاق ناگواری برای پس انشاءالله اول ایمنی خودتون حفظ میکنید بعد شروع میکنید در رابطه با حباب ها حبابهای بزرگ ایجاد کردن حتما توی ارزها باید خودتون باشید
چون همین الان من سرچ کنم تو اینترنت پر عکس هایی از خود کسی عکس میگیرن، یه زاویه میگیرن که هم توی حبابه بر باشه هم شما توی عکس ها باشه. پس قالب اول شما یه مسابقه فان، یه سرگرمی آزمایشگاهی فان که جنبه سرگرمی داره در مطابق پروژه دومتون که از 15 فروردین تا 15 اردیبهشت ماه تا 20 اردیبهشت در من فرصت خواهی داشت دو تا موضوع دوستانی که پروژه شو گرفتم نیاز به ادامه پیدا کنه، دوستانی که پروژه هاشو مثلا در برنامه‌نویسی بوده مثل کاره ما بعضی ها ممکنه بخواهد مثلا سایت هایی که در باره کرده بوده یک کاری دیگه انجام بوده میخواستم بزرگترش کنم، یا این کار انجام بدید پروژه های ترم قبلتون رو کامل کنید، یا اینکه بیان زحمت بکشید. دو تا از آزمایش های کتاب، آزمایش های آزمایش های کتاب و آزمایش های هر کدوم به دلخواه، هر کدوم به دلخواه خودتونه، دو تاش انتخاب کنید در اشتر تو آزمایش های مدرسه با هماهنگ مدرسه دو تاش رو فیلم بگیرید آقای یکی میکنید برای من بفرستید. پس آزمایشگاه نمره آزمایشگاهی تک دو بخش شد، بخش اول تا 15 فروردین ساخت ابرحباب، من میتونم دارم که اینترنت سرچ کنم چجوری میتونم حبابهای بزرگ درست کنم، حبابهای کوچیک نه خیلی بزرگ بشن اندازه یک میلیارد نه، حباب ابرحباب بالای یک متر ما به اینا میگیم ابرحباب. من عرض کردم اینهاشو دارم عکسها رو دارم میشد تا 5-6 متر شاید اگه دو متر باشه برامو میرسن. پس تا 15 فروردین اول، پس 15 فروردین تا 20 اردیبهشت حواسمون باشه یا دو تا آزمایش کتاب به دلخواه یا اینکه پروژه های قبلی رو به سرانجام برسونید، ادامه و تشکیل پروژه های ترم اول خودتون دیگه با خودتون شروع کنید حساب و کتاب کردن. حواستون باشه عکس‌های اول رو من پایان اسفند ماه از اون میخوام از اون پروژه اول رو بکنم، نه یه دفعه بذاری مثلا بعد از این یه روز دو سه روز بوده آخر آقا من موادش گیرم من در تعدیل عید بود کدام بود، عکس‌های اولی پروژه ها رو من پایان اسفند ازتون میخوام. این در مورد باید اگه سوالی دارید بپرسید، من پیانی بر ببینم چی نمیشه. چرا آقای بود درزی اگه آزمایش های از کتاب خونه هم میتونید انجام بدید وسایلش رو دارید مشکلی نداره، آقای بود درزی از لحاظ من مشکلی نداره، چرا تو خونه میتونید انجام بدید؟ آقای رضاییان هم سوال پرسیدم جواب ندید، ببینید بقیه چی گفتن. بله ببینید هرچی بزرگتر آقای حسین جان هرچی طول حبابهایی که تهیه میکنید بزرگتر باشه شرایطش بهتره، معمولا بالای 1.5 متر رو معمولا قبول میکنیم، 2 متر بالای 2 متر چون تا 2 متر راحت تهیه میشه. خب من ترم اول پروژه کار نکردم. آره آقای بردی عرض کردم بعد از ببینید آزمایش ابرحباب ما همه انجام بود، اون اسم دوم که دو تا آزمایش ما انجام بدید یا پروژه ترم اولتون تکمیل کنید یا دو تا آزمایش. دوستان پس دقت کنید میتونید برای ترم اولتون میتونید ادامه بدید مشکلی نداره برام دو تا آزمایش، اما ابرحباب رو باید همه انجام بدید. آقای محمدی پرسیدن برای 10 دقیقه آخر چشم من کلا عرض میکنم یه بار بودرسی گفته یعنی یک عکس از موادی که داری تهیه میکنید نه دیگه نمونه‌هاش رو شروع کنید حباب هم درست کردن. ببینید موادی که قاطی میکنید ببینید من خیلی راحت میکنم بعد از بچه ها تو کارهایی که سالهای گذشته داشتیم
مشاهده داشتن ما به این نتیجه رسید مثلا آب گرم شرایط شاید بهتری داشته باشه. مثلا اگه بخوایم از مایع زرد شده استفاده کنیم، بعضی از مارک ها شرایط بهتری رو داشتن. من حالا اسم ندارم، تغییر خاصی نمیدم. مثلا تو پروژه مثلا میگم یکی مارک کلی اصلا خوب نیست. اگه بخوایم استفاده کنیم از مارک کلی استفاده کنیم شرایط خوبی نداره. برید از مثلا خودم مارک استفاده کنیم به بچه ها. بعضی از بچه ها مواد دیگه بازی کرده بودن. میتونید برید بخونید. من یه موردش رو عرض میکنم. مثلا مواد گلیسرین اضافه کردن. اضافه کردن گلیسرین که توی داروخونه ها میتونن شرایط رو بهتر کنن. درست شد؟ یا بعضی از دوستان دیگه تو ذهنم هست مواد از ژلی استفاده کردن. باید آزمایش رو خلق کنید تا به این محلول برسید. این خیلی مهمه. ببینم سوالای بعدی چی بکنم. نه، یکیش نمیتونیم بکنم. موسی، من یه چه کار دارم؟ من یه چه کار دارم؟ که بخوای از حالا نرد بزنی که حالا من اون یک. من اصلا عبر رو درست کردن، من یه چه وقت زمانی تو بگیم؟ کلن واقعا که بخوای کار کنیم، اون حلقش هم پیدا کنیم، بعضی ها حلقش هم رو با نخ درست کرده، بعضی ها میدونم حلقه آماده داشتم. من نمونه هاش رو عرض کردم، میدرسم تو اجزا خوب دقت کنید در چه حلقه استفاده کردم. بعد اشاره هم اونجا که فرستادم خودتون نگاه کنید بچه ها پروژه هاشون هست. فکر کنم بچه ها پروژه هر در تواتبای چند سال پیشتانی جاموزا بودن همشون داده که شدن. فکر کنم باشم اونجا میتونید استفاده کنید. اگه دونستم بیم میشه برای رو میفرستم. نه فوتوشاپ و اینا خودم این کارم تریبی دوستان خیال کن راحت خودم استاد فوتوشاپ هم کاملا مشخص رفتن و برخور بود. مثل دانش آموزی نباشه که ترقه میخواست برای من یه پروژه بفرسته رفت بود از یه جایی یه چیز آماده آورده بود. الان هم جمعهش هفت رفت کردم، هم که مستمر بشه هم پایه بشه دو تا نمره هفت من آزمایش شد. نمره تک هم من تو آزمایشگاه داشتم. آره، از آدمایی که در حال زرنگ بازی میخوان بکنم استران اصلا خوشم نمیدونم. من یه توضیح مختصر بدم. آقای محمدی چند دقیقه آخر ندونه. آقای محمدی، مدارهای آرسی رو گفتیم. مدارهای آرسی گفتیم مقاومت داشته باشه، خاضر داشته باشه. مثل این مثالی که از زمین اینجا هست خودم. اگه خازن تو مدار اصلی باشه، مثلا فرض کنید اینجا باشه. جریان از خازن عبور رو میکنه. خب بین صفحات خازن، بین صفحات خازن ما چون فاصله از جریان اجازه عبور نمیده. اصطلاحا میگن آمدش بی‌نهایت زیاد. تو این حالت جریان رو اگه خازن و محمد موازی بسته بشن، چون موازی هستن حالت موازی هم اختلاف پتانسیل یکسان بود، پتانسیل اینجا و این دوتا یکسان باشه. بعد با استفاده از این نکته میتونیم مثال هم کنیم. یه دونه مثال زدم تو این مدار، گفتم انرژی ذخیره شده تو خازن رو به دست بیاریم. چون اومدم جریان مدار رو اول حساب کردم، بعد اختلاف پتانسیل دو سر این رو به دست آوردم، گفتم چون این دو تا موازی هست پس این هم میشه اختلاف پتانسیلش 9 ولت، این هم شده 9. بعد شروع کردم مساله رو حل کردم. این خلاصه اون چیزی بود که عرض کردیم از درس. اما در رابطه با آزمایشگاه خلاصه کارمون این شد که آقا نمره آزمایشگاه اینا میگیره دو بخش. بخش اول که همه انجام میدن، قرار شد یه پروژه عبر حباب درست کنیم. حباب هایی که بالای 1.5 متر 2 متر باشه، محلولش رو چجوری بسازیم، چه کار بکنیم، میتونیم بریم تو اینترنت زیاده سرچ کنیم ببینیم. اگه انگلیسی تو قبول در باشه بیشتر راحت‌تر میتونیم چه موادی رو درکیم. کار دومتون این تا 15 فروردین فرصت دارید. کار دومتون اینه که از 15 فروردین 22 تا آزمایش کتاب انجام بدید. آزمایش کتاب و آزمایش کار دیل خواهر کنم مخواستی انجام بدید، فیلم بگیدید بفرستید، یا اینکه پروژه این مقدر بدون رو کامل کنید. و ببینم بچه ها سوال چی پرسیدن؟ سلام. 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 سل
سلامت باشید. نه بالای دومت باشه ها رضایی قبول میکنم بچه ها بالای دومت رو قبول میکنم ابر و بابای بالای دومت بسیار انشاءالله که موفق باشید امروز. یه خود امروز پرحرفی کردم دوستان همگی خسته نباشید موفق باشید همگی خسته نباشید بزرگواری بچه ها خدا نگه دارد پروژه دوم نه پروژه دوم یا ترم اولتون آزمایش های ترم اولتون یا دو تا آزمایش های کتاب خدا حافظ خدا نگه دارد.